مسجدی متعلق به قرن 15 در ترکیه از زیر آب بیرون آمد. بقایای تاریخی یک شهرک متعلق به قرن 15 در پی پایین آمدن آب در سد کلیچکایا در منطقه سوشهری در استان سیواس در آناتولی مرکزی آشکار شد. در میان این بقایای تاریخی مسجدی نیز وجود دارد. این مسجد تاریخی متعلق به قرن 15 که گفته می شود توسط سلطان عثمانی محمد دوم که معروف به محمد فاتح است، پس از بازگشت از نبرد آتولو کبلی در سال 1473 ساخته شده است. در نزدیکی مسجد بقایای یک مدرسه روستایی، بناهای تاریخی و یک پل چوبی متعلق به دوره‌های ناشناخته پیدا شده است. حال الکسا، یک پیرمرد 65 ساله ساکن این روستا، درباره وضعیت موجود و علت زیر آب بودن این بناها و آثار تاریخی میگوید: هنگامی که سد در سال 1989 ساخته شد، بسیاری از سازه ها غرق شدند. سد در بهار با آب پر می شود و در تابستان سطح آب آن کاهش می یابد. به گفته وی، مردم دهکده‌ای که در اینجا وجود داشت، درست پیش از احداث سد به مناطق مرتفع‌تر منتقل شدند و به گفته مردم محلی، این بقایایی که کشف شده سازه‌های به جای مانده از آنهاست.